خب دوستانی که میخوان حیرت بکنن لطفا با دقت توجه بکنن. ما یه سکه داریم، یک سکه خیلی خیلی کاملا معمولی هستش که ضرب شده در کشور اسرائیل و سالا این چاپ این نسخهش مال مدت قبله، اما ما اینجا به طور خیلی ساده اگر نگاه بکنیم یه طرحی میبینیم که طرحی هستش که به شکل یک دایره هست، به شکل یک دایره هست، ما الان نمیدونیم چیه. بعد به طور اتفاقی ما یک سرچ کردیم، اینجا دیدیم که این سکه، بذار من تعیین موضوع رو شما بگم. آقا چند روزه که من از اول همین روز شنبه، یک هفته گذشته از همین هم در واقع درگیری که در سرزمین های اشغالی فلسطینی هست، من اینجا زمین و زمان زدم خودم میگم آقا مسئله ای که هر کسی، هر ایرانی از هر بعدی نگاه بکنه به این مسئله، کشور در واقع حکومتی که در اونجا مستقر هست به طور اصلا سیاسی شو بزنیم، من این پرچم مثل مسئله جمهوری اسلامی اینا نیست، به طور تمدنی برنامه اینا اینه که شما همین سکر ببین اسمش چیزه، در واقع ده واحدشو الان خاطرم نیست، حالا بشین پیدا بکنید دیگه، چاپ شده در همون ضرب شده در همون سرزمین اونجاست. نقشه‌ای که دارن اینا در واقع به طور بلند مدت میگن مثلا ما یه کتاب داریم، در اون کتاب نوشته شده که همه این اراضی که الان دارید میبینید، اینو میخواستم از دانشون بدم، این دایره رو ببین، این دایره که روشش اومده بیرون، همین چیزی که دارید تصویر میبینید دقت بکن، همین چیز کاملا اتفاقی. حالا اتفاقی اینا علکی بگم، من چند سال دارم رو این چیزا کار میکنم. شما ببین سکه ضرب کرده که روی سکهش یه گوشش نصف این کشور کنونی شماست. آقا نگاه کن خودت دیگه، این تصویر رو ببین، این چیه؟ آقای اسرائیل، شما یه کشوری هستی، عضو سازمان ملل هستی، حالا هر شما رو به رسمیت چه مور شناخته شده فلان، این چه سکه‌ایه؟ یعنی چی این؟ آقا من که اشتباه نمی کنم که الان روی نقشه به شما نشان میدم، این محدوده ای که ایشون مشخص کرده. اصلا شما میتونید برید سرچ بکنید، بزنید بیگ ایزرائیل، در واقع اون چیزیه که برای اینا گفته میشه که عرض موعودیه که به ما وعده داده شده هست. حالا این ماه قومیت یهودیه، فکر کن اینا میگن که ما در واقع با هم فامیل هستیم، همه یهودی اینجوری فکر میکنن، مثل کلیمیان ایران اینجوری نیستن، سهیونیست ها منظورم هستش، زیون. در واقع ایده اینه که این مناطق نصف عربستان برای خودشه، نصف سوریه برای خودشه، عراق که اصلا کلن بگیره است، این یه گوشه ما هم هست. اینجا اینا میگن اینا اصلا برای ما بوده، اصلا قبلن هم بوده و بعدن خواهد شد اگر الان نیست. پس هر ایرانی، یعنی پیام این ویدیو من این بود، هر ایرانی حداقل به این یک دلیل ساده، آقا یا این سکه مثلا الکی اصلا هیچ شباهتی اصلا به این ارز موعود نداره، The Promised Land، ببین شما میتونید بخونید، یه سرچ بکنید به انگلیسی هزاران چیز پیدا میکنید، در واقع سرزمین وعده داده شده، سرزمین وعده داده شده که در واقع نصف خاورمیانه 60% گویا وعده شده داده شده به افرادی که در اونجا هستن. خب آقا من که اشتباه نمی کنم که این سکه خودشونه، این سکه خودشونه، بنویسید بیگ ایزرائیل کوین میاد برای شما، 10 واحدش هر چیزی که هست، پاوند فکر میکنم یه همچین چیزی. این چیه روی این سکه؟ چرا یه گوشه از این کشور من باید اینجا باشه؟ این اصلا به سیاست چه ربطی داره؟ این اصلا به هیچ حکومتی چه ربطی داره؟ این از دید یه فرد شهروند این داخل این کشور ایرانه. آقا اینا برنامه‌شو داره، اگر این حماسیا و حزب الله و اون گروه فتحیا و اینا دو جلوشون رو نگیرن، اینا هی بشینن نیل تا فرات، نیل تا فرات. حالا یه روز یه ویدیو مفصل درست کنم در مورد تاریخچه‌اش خواهم گفت. در واقع بخشی از در کتاب‌های مشخص شده که از این نیل، واقعا رود نیل تا فرات اون برتر، این از مشخص کرده از چه کوهی تا کجا،
اونا واس اوناست در واقع در طبق دیدگاه خودشون. بفرمایید این تصویر من یه بار بزرگ میکنم بعد این ویدیو رو میبندم، خودتون برید تحقیق بکنید ببینید من الکی میگم یا نه این سکش. خب امروز هم ساعت 10 شب علا کلی اتفاقات داره میفته، ارتش اسرائیل اعلام کرده که میخواد وارد تنگه غزه بشه، باریکه غزه بشه. من الان دارم خبرها رو بالا پایین میکنم. آقای راجر واترز یه چیزایی گفته، یک فیلمایی منتشر کردن همون کتاب ضد انقسام و اینا، فیلم رو میخوام پخش کنم. خب این فقط همینجوری بود برای یادگار بماند که آقا هیچ ایرانی نگفت، نگه به ما نگفتید، نگه ما قبلا خطا کردیم در اون برهه. این حکومتیه که سکه ای چاپ کرده که میخواد بیاد در واقع قسمتی از تیکه‌ای از کشور شما رو هم کلیم بکنه. اینجا این گوشش اینجا بود. اصلا نکنم داره خاکخاری میکنه پیشروی، ادعای کشوری که داره پیشروی. باید هر انسانی در قرن 21 با این حکومت مخالف باشه به دلایل مختلف. ایرانیا دو چند دار یه سرش خودتون میکنید. فعلا همگی خدا، من دیگه سر نخودادم. فعلا خدا نگهدار همگی. امروز هم شنبه 22 مهر 402 بود، ساعت 10 شب.